تعدادی از زنان سوری بعد از اینکه توسط دستگاه‌های رژیم سوریه تحت تعقیب قرار گرفتند، وارد آموزش‌های نظامی شدند. ام سعید می‌گوید جرائمی که نیروهای امنیتی رژیم اسد و شبیهه در حومه دمشق مرتکب شده اند، انگیزه اصلی این زنان در برداشتن سلاح برای دفاع از خودشان و خانواده‌هایشان بوده است. نام او ام سعید است. زن سوری بعد از اینکه توسط نیروهای رژیم تحت تعقیب قرار گرفته، خود را مجبور دیده که برای دفاع از خود آموزش‌های نظامی را بگذراند و کارایی‌های سلاح را بداند. او تنها نیست، بلکه امروز مسئولیت آموزش دادن به بسیاری از زنان و دخترانی که می‌خواهند فنون رزمندگی و استفاده از سلاح را بیاموزند را هم به عهده گرفته است. ام سعید می‌گوید انگیزه او برای این کار بی‌حرمتی‌های بزرگی بوده که افراد رژیم اسد و عناصر شبیهه نسبت به زن سوری مرتکب شدند. ما وارد این دوره ها شدیم تا بتونیم از خودمون دفاع کنیم. نیروهای اسد نسبت به زنان سوری بی‌حرمتی می‌کنند. در زمانی که حمله می‌کنند به ما بی‌حرمتی می‌کنند. می‌خواهیم توان اینو داشته باشیم که از خودمون دفاع کنیم. در هر جایی که باشیم و جوانان ما حضور نداشته باشند، می‌خواهیم بتونیم از خودمون دفاع کنیم. این هنرجویان فقط آموزش نظامی نمی‌بینند، بلکه امدادگری هم یکی از فعالیت‌های روزانه آنهاست. آنها می‌توانند به زخمی‌های زمان بمباران قبل از اینکه به مراکز پزشکی رسانده شوند هم کمک‌های ضروری را برسانند. امدادگری اولیه را فرا گرفته‌ایم. پانسمان، شیوه انتقال مجروح. در رابطه با آموزش‌های نظامی هم شیوه دفاع از خود در زمان حمله و هجوم رو فرا گرفتیم. وقتی که مردان ما در جبهه ها هستند، در خانه فقط زنان و کودکان باقی می‌مانند. با ادامه یافتن جنگ در سوریه و بالا گرفتن نبردها، زندگی مردم در اینجا زیر و رو شده است و زن سوری دیگر نمی‌خواهد که نقش سنتیش را در جامعه داشته باشد. حتی اگر شرایط ایجاب کند، او به میادین جنگ می‌رود. این زنان برای دفاع از خودشون به آموزش سلاح روی آوردن. دو سال و نیمه که جنگ در سوریه ادامه داره و این جنگ فرقی بین زن و مرد نمیذاره. خبرنگار الجزیره در قوطه شرقی.